بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سروران محترم رسانه جهانی نور، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز و محترم، یکی از شبهات مهمی که امروزه توسط مخالفان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مطرح میشه اینه که میگویند علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه به محض اینی که به ادعای اینها خلافت از وی سلب شد، گوشه نشین گردید و هیچ مشارکتی با سه خلیفه اول مسلمین رضی الله تعالی عنهم نداشتند. این ادعا قطعا باید با دلیل و حجت و برهان باشه. ما علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو شخصیتی میشناسیم که از بدو پیوستنش به محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم تا زمانی که به شهادت رسیدن دوشادوش محمد مصطفی و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ایستادند، همراهی کردند و هیچ وقت به دنبال خلافت و منصب و شهرت هم نبودند. و نه اینکه علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه گاهی استشهاد کرد به اینی که خلافت از آن من است، یا اینی که والعیاذ بالله علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هیچگاه ادعا هم نکرد که من معصوم هستم و سایر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خلافت رو غصب کردند، در نتیجه چون این حق از من سلب شد من هم گوشه نشین شدم. ما میخواییم به این شبهه پاسخ بدهیم و ببینیم که خلیفه چهارم مسلمین علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در زمان خلفای سگانه از خلفای راشدین، یعنی در دوران ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و عمر فاروق و عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنهم، نقش این شخصیت بزرگوار اسلام چه بود؟ میخواییم تاریخ رو به طور صحیح ورق بزنیم، حقایق رو آنطوری که مطابق با قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از خدمت شما بیان کنیم. در خدمت کارشناس محترم این برنامه جناب استاد عبدالله کشکار هستیم. جناب استاد خیلی خوش آمدید و من در خدمت شما هستم. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامین. سروران گرامی، بینندگان عزیز و محترم، خدمت یکایک شما عرض سلام و ادب و احترام دارم. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. و همچنین خدمت شما استاد عزیز سلام عرض میکنم و خسته نباشید و در خدمت هستم. خواهش میکنم. در مقدمه خدمت بینندگان عزیز مطرح کردیم موضوع بحثمون رو، اینه که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه چه نقشی داشتن در دوران خلفای راشدین. آیا اونطوری است که مخالفین صحابه مطرح میکنن که ایشون هیچ گونه نقشی نداشتن و گوشه نشین بودن و تاریخ صحیح این رو تایید میکنه، یا اینی که خلاف این است بلکه مشارکت داشتن و تاریخ هم گواه بر این جریان است؟ من در خدمت شما هستم. بله. بسم الله و الصلاه و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. اجازه بفرمایید قبل از این که وارد اصل مبحثمون بشویم، چند جمله در مورد سیرت این شخصیت بزرگوار، صحابی بزرگوار، سیدنا علی رضی الله عنه داشته باشیم. در واقع بحث من در مورد امامی بزرگوار و فقیه ربانی و سخنوری ماهر و کسی که در واقع متواضع بوده در قدرتش در ایامی که خلافت به دست گرفته بود و کسی است که در واقع سخت و کوشا بود در اجرای عدالت، ابو الحسن، ابو تراب، ابو الحسنین، رابع الخلفاء الراشدین، امیر المؤمنین و
پسر عموی پیامبر علیه الصلاة و السلام و داماد پیامبر و پدر همسر خلیفه دوم مسلمین عمر رضی الله عنهم جمیعا. سیدنا علی رضی الله عنه به کنیه و القاب مختلفی و متفاوتی و فراوانی مشهور و معروف بودند. در واقع سیدنا علی رضی الله عنه کسی است که خلیفه دوم مسلمین از وصلت با او، از اینکه موفق شده با ام کلثوم دختر این بزرگوار وصلت نماید، ازدواج نماید، افتخار میکرد. سیدنا علی رضی الله عنه کسی است که در واقع مسلمانان در طول تاریخ اسلامی به شمشیر وی افتخار میکردند و همواره میکنند. و در واقع دشمن ترس و وحشتی داشت از شمشیر برهنه سیدنا علی رضی الله عنه. سیدنا علی رضی الله عنه کسی بود که برخلاف اون چی که ادعا می شود، بر این که تشنه امارت و خلافت و حکومت بوده، بر این که ادعای مظلومیت می کرد، بر این که خلافتش غصب شده و الاخری، سیدنا علی برخلاف این ادعاها اون چی که قولا و عملا از وی ثابت شده چنین فرمایش می دهند که خطابی به دنیا داشتند، به این دنیای مادی و فانی: یا دنیا یا صفراء و یا بیضاء غری غیری. خطاب داشتند به این دنیا. نهایت زهد سیدنا علی رضی الله عنه همین کلمات می رسند و ثابت است از جانب سیدنا علی رضی الله عنه که فرمایش دادند: انا لکم وزیرا خیر منی لکم امیرا. من وزیری باشم برای شما ای همکاران من، ای شاگردان پیامبر، وزیری برای شما باشم بهتر از این که حاکمی باشم و الاخری. سیدنا علی رضی الله عنه کسی بود که در تواضع و فروتنی بی نظیر بوده و ضرب المثل بودند و همیشه در مورد همکاران خودش، سه خلیفه ما قبل از خودش، جملاتی عنوان می فرمود و اون چه ثابت شده و ثابت است از این بزرگوار فرمایش دادند: من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدته حد المفتری. هر کس که من علی بر ابو بکر و عمر ترجیح کند و افضل تر بداند، اون را تازیانه می زنم. در واقع سیدنا علی رضی الله عنه کسی بود که بغض و کینه و دشمنی و حقد نسبت به عموم اصحاب رضی الله عنهم جمیعا و به ویژه به با همکاران خودش ابو بکر و عمر و ذی النورین رضی الله عنهم جمیعا در دل نداشت و قولا و عملا این را ثابت کرده و در کتب فریقین اهل سنت و اهل تشیع در واقع این فرمایشات از جانب این شخصیت بزرگوار نقل شده. سیدنا علی رضی الله عنه کسی است که محبتش برای هر مسلمان دیانت می باشد، یعنی این که هر مسلمانی بایستی که نسبت به سیدنا علی رضی الله عنه اظهار محبت نماید و اگر اندک بغض و کینه در دل داشته باشد، بنابر فرمایش رسول الله علیه و سلم، اون شخص منافق خواهد شد. پس محبت سیدنا علی رضی الله عنه از دین و ایمان هر مسلمان می باشد. اما یک نکته ای بایستی اینجا اشاره کنم، بر این که محبت به حضرت علی رضی الله عنه بدون افراط و تفرید، بدون غلو در این شخصیت، بلکه در چارچوب شریعت اسلامی برگرفته از قرآن کریم و سنت نبوی. بر این که بنابه آیات کریمه قرآن کریم که در مورد اصحاب رضی الله عنهم عموما و شامل حضرت علی می باشند و بنابه فرمایشات خاص رسول الله علیه الصلاة والسلام در مورد پسر عموی خودش، این که او را نسبت به او را اظهار محبت کنیم، نه این که در مورد شخصیت این بزرگوار غلو کنیم، علیاذ بالله، او را به عصمت برسانیم، او را تأثیر کننده در این کون و الی آخری بدانیم. نه، چنین نیست. محبت به حضرت علی رضی الله عنه اتباع راه و روش و سیرت این بزرگوار می باشد. درسته. و راه و روش و سیرت این بزرگوار
همان راه و روش سه خلیفه ما قبل خودش، همان راه و روش نبوت و همان راه و روش قرآن کریم. و سیدنا علی رضی الله عنه و ارضاه کسی بود که در تمام غزوه ها شجاعانه برای پیشرفت اهداف اسلام شمشیر زدند و در واقع شمشیر حضرت علی بر علیه دشمنان برهنه بوده، به استثنای غزوه تبوک که بنا به فرمایش رسول الله علیه الصلاة والسلام او را در این غزوه در واقع مشارکت نداشتند. سیدنا علی رضی الله عنه وارضا کسی بود که به پیروی از قرآن کریم و از سنت نبوی از حریم توحید دفاع میکردند. و جالب اینجاست، بنا به اون چی که امروز نسبت به حضرت علی رضی الله عنه وارضا نسبت داده میشود به کذب و دروغ، سیدنا علی رضی الله عنه وارضا به والی خودش، به فرستاده ویژه خودش برای اهل یمن، او را به چنین توصیه سفارش میفرماید: ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. خطاب حضرت علی رضی الله عنه به نماینده ویژه خودش زمانی که او را به اهل یمن فرستاد این است که هر قبری که در واقع، یا به این عبارت بگم که گنبد و بارگاه بله ویران کنید، بله بر قبرها گنبد و بارگاه نسازید. در واقع به تعبیر دیگری میتوان گفت که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی از زیارت پرستی و قبر پرستی منع کردند. منع و نهی میکردند. بله. چرا؟ برای اینکه سیرت حضرت علی، ایمان حضرت علی، منهج حضرت علی منهج ربانی و نبوی بوده. و در نهایت این عرض کنم برای اینکه سیدنا علی رضی الله عنه پس از اینکه چه در دوران عهد نبوت و چه در دوران عهد خلافت ابوبکر و عمر و عثمان در واقع در خدمت حکومت اسلامی بوده، در عهد نبوت و در عهد سه خلیفه ما قبل خودش، و در نهایت در سال 35 هجری به خلافت نشست و در سال 40 هجری این بزرگوار به درجه رفیع شهادت نائل آمد. بله، این مختصری بود از در واقع و چکیده‌ای بود از سیرت این شخصیت بزرگوار رضی الله عنه و ارضاه. بله. و ما هر کدام از ما به عنوان یک مسلمان این افتخار داریم برای اینکه تابع یک خلیفه از خلفای راشدین هستیم و تابع سیرت چنین بزرگواری هستیم و مفتخرانه در مورد سیرت چنین سرور بزرگی در واقع این نشست خودمان معطر میکنیم. بله، بسیار سپاسگزارم از این مقدمه خوبتون و ترابطی که شما در این مقدمه مطرح فرمودید نسبت به علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه، در این خصوص که ایشون به انواع مختلف همراه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، همچنین بزرگان صحابه به مانند ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان بودند. یک نقطه خیلی مهمی که به عنوان سوال میتونیم در این مقدمه‌ای که ارائه فرمودید مطرح کنیم اینه که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومده که علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین. دیدگاه اهل سنت در خصوص اتباع منهج خلفای راشدین آیا فقط مختصر میشه به ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ابن عفان، یا اینی که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هم در این باب خلفای راشدین که رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه توصیه فرمودن هم وارد میشود؟ این نقطه خیلی مهمیه تا بینندگان عزیز دیدگاه اهل سنت رو در این باره بدونن. بله، همونطوری که اشاره فرمودید و اشاره بسیار زیبا و جالبی فرمایش دادید، بنا به فرمایش نبوی علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی الى نهایت حدیث، خلفای راشدین نزد اهل سنت شامل هر چهار خلیفه بزرگوار می باشند، یعنی ابوبکر،
عمر، عثمان، علی رضی الله جميعا. خلافت ابو بکر صدیق 2 سال و چند ماهی بود، خلافت عمر چند ماه و 10 سال و چند ماهی بود، خلافت سیدن عثمان 11 سال و چند ماهی بود و خلافت سیدن علی باز هم 5 سال و چند ماهی بود. و در واقع اهل سنت، دیدگاه اهل سنت فراتر از این حتی، و این حبشان و محبتشان به فرزند رشید حضرت علی رضی الله عنه میرسند. اهل سنت بر این اعتقادند، بر این که خلافت 4 خلیفه راشدین شامل این حدیث بزرگوار میشوند و حتی خلافت 6 ماه سیدنا الحسن بن علی وارد این مدت 30 ساله حکومت خلافت راشدین میباشند. حال به همان گونه که اهل سنت و جماعت نسبت به خلیفه اول مسلمین احترام دارن، تقدیر دارن و ایشون رو اسوه و الگو هم میدونن، به همان صورت سیدنا عمر، به همان صورت سیدنا عثمان و به همان صورت سیدنا علی رضی الله عنهم جميعا. پس هر 4 خلیفه راشد اینها کسانی هستند که در واقع اگر خوب دقت کنیم با خانواده رسول الله علیه الصلاه و السلام ارتباط تنگاتنگی دارند. با خانواده رسول الله صلی الله علیه و آله به لحاظ اجتماعی اینها عجین بودند. یعنی 2 تا از اینها به پیامبر زن دادند و 2 تا از اینها از پیامبر زن گرفتند. رسول الله علیه الصلاه و السلام داماد ابوبکر و عمرند. از اون طرف عثمان و علی داماد پیامبرند. پس یک رابطه خیشاوندی تنگاتنگی بین این 4 خلیفه باشد. الان برگردیم به همان روایتی که به اون اشاره فرمودید، علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین. اینجاست که در واقع این فرمایش نبوی فرمایش بسیار بزرگواریه و فرمایشی است که در واقع یک حکمی در این نهفته است و اون این است، ای مسلمانان، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله به پیروان خودش چنین می‌فرمایند، ای پیروان من، به همان گونه که شما مأمور هستید از قرآن کریم به عنوان اولین مصدر استدلال مراجعه کنید و مرجع اصلی خودتون قرار دهید و به همان صورت که موظف هستید شرعا از دومین وحی که سنت میباشد تبعیت کنید، اینجاست است که رسول الله صلی الله علیه و آله یک مجوز شرعی برای خلفای راشدین تجویز و صادر نمودند. بله. برای اینکه اینها از اینها تبعیت و پیروی کنید. چرا که اونچه که این 4 خلیفه برای شما دستور میدهند و میگویند بدانید که برگرفته شده از قرآن کریم و سنت نبوی. بله. حال هر کدام از ما به عنوان یک مسلمان شرعا موظف هستیم برای اینکه از 4 خلیفه بزرگوار تبعیر کنیم. حال یک موضوع دیگری هم اشاره کنم، اصل تبعیت قرآن کریم و سنت نبوی و در این شک و شبهی نیست. الان چنان که به عنوان مثال بین 4 خلیفه راشد اجتهادی صورت گرفته، حضرت عمر در یک قضیه به عنوان مثال اجتهادی داشتند، حضرت علی اجتهادی داشتند، عثمان و ابوبکر. الان ما به عنوان یک مسلمان حق این داریم برای این که میان این 4 اجتهاد از 4 مجتهد بزرگ، از این 4 خلیفه راشد، اون قولی که به قرآن و سنت نزدیکتر است اختیار و انتخاب کنیم. درست. و در این هم مجالی و در واقع شک و شبهه‌ای نیست. بله. پس مسیری که در واقع مسلمانان جهان طی می‌کنن تحت نام اهل سنت همان مسیری است که اسوه و الگویش کسانی همچون علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه هستند. یعنی این نیست که جامعه اهل سنت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو کنار گذاشته و فقط ابوبکر، عمر، عثمان، احسن، بلکه به توصیه رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم در تطبیق و عمل کاملا پایبندند و منهجشون همون منهجی که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه داشت. بیشک. چرا؟ برای استاد بزرگوار ببینید، توجه بفرمایید، همان مسائل اعتقادی که ابوبکر به اون پایبند بوده،
علی به اون پایبند بودن. مسائل اعتقادی که عمر داشت علی داشت، عثمان داشت باز هم علی هم داشتن. پس اینجاست که اون چی که در قرآن کریم و در سنت نبوی و یا ساده تر این عرض کنم به عنوان مثال در مورد نمازهای پنجگانه، به همان صورتی که ابوبکر صدیق به عنوان اولین خلیفه مسلمین قبول داشتند، امامت میکردند، به اون هم تشویق میکردند، به همان گونه حضرت علی به همان نمازهای پنجگانه چه ترغیب و تشویق میکردند. نمازی که ابوبکر میخوان با نمازی که علی میخوان یکیست. همچنین در مورد امور حج، در مورد امور زکات و دیگر ارکان اسلام و الی آخرین. پس این چهار خلیفه مسلمین در اصول اعتقاد، در ارکان اسلام، در ارکان ایمان و غیره هیچ گونه اختلاف نظری با یکدیگر ندارند. یعنی همان منهج قرآنی و نبوی ابوبکر صدیق که داشتند، سیدنا علی رضی الله عنه و ارضاه به همان گونه بدون کم و زیاد. حال ممکن است در یک سری امور مختص به امور سیاسی، به امور اداری، به مملکت داری و امور اقتصادی و الاخری، الان ممکن است اینجا هر چهار خلیفه هر کدام یک اجتهاد خاصی داشته باشند. پس اینجاست که در امور مملکت اداری و امور سیاسی و الاخری ممکن است اجتهادهای خاصی داشته باشند و این هم هیچ مشکلی نیست. اما در جانب امور عبادی یکی هستند. همان وضویی که ابوبکر صدیق می گرفتند و همان وضویی که سیدنا عمر داشتند و سیدنا عثمان داشتند، آیا سیدنا علی رضی الله عنه ورضا به نظر جناب عالی وضویی غیر از وضویی بزرگوار داشتند؟ نه خیر، به همان صورت. درست. همان گونه که این سه خلیفه بزرگوار در واقع وضو می گرفتند به پیروی از قرآن کریم و سنت نبوی و همان طوری که رسول الله علیه الصلاه فرمود دادن صلوا كما رأيتموني أصلي، سیدنا علی رضی الله عنه ورضا در جانب این قضايا همانند این سه خلیفه راشد. یک نقطه خیلی مهمه که وجود داره، این قضیه خیلی جالبیه، تطبیق مسائل مرتبط با عقیده و فقه بین خلفای راشدین و تفاوت ها یا موافقت هایی که بین اینها بود. بزرگترین مسئله ای که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم اون رو مطرح میکنه مسئله توحیده، مسئله عقیده است. آیا عقیده ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه در باب پرستش و عدم واسطه قرار دادن بین خود و الله همان عقیده است که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در این باره داشتن یا نه؟ چون این مسئله برمیگرده به توحید و شرک و اتخاذ وسیله ها جهت رسیدن به الله سبحانه و تعالی. چون امروز آن چیزی که به نام علی ابن ابی طالب و عقیده علی ابن ابی طالب داره مطرح میشه، کسانی که به هر حال ادعای پیروی از منهج علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو دارن، اینه که میگویند عقیده‌ای که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در باب الوهیت و ربوبیت و اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی داشتن، نه عقیده ای است که ابوبکر داشت، عمر داشت، عثمان داشت. شما با این موافقید؟ حسن، و این کذب و دروغ است. چرا که قرآن کریم میگوید ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این یک قاعده کلیه که کلیه اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله در رأس اونها خلفای راشدین طبق این قاعده کار میکردن. و اگر خوب دقت کنیم اشاره جالبی داشتید. تماس دارید؟ اگه اجازه بدید من تماس رو بگیرم، بعد این بحث رو حتما ادامه بدیم. بحث خیلی مهمیه. جناب آقای رسول از ایران بفرمایید. سلام علیکم، خسته نباشید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خدا ان شاء الله به شما عمرو عزت بده، همکارا گرامیتون، برنامه‌های بسیار بسیار موثرتون. آمین. همچنین رسول هستم ایران. به وسیله شبکه وصال حق تقریبا یک سال پیش هدایت شدم. الله اکبر. دوستم برادر عزیزم، و اینایی که شما میگین همه حقه، اینایی گفتین همه حقه، مطالعات که داشتم اینا رو میگه، نه اینایی که این به اصطلاح حالا شما میگین مشرکین غفر است اینا.
اینا کاملا رد از منی که قبلا اونجور بودم، چون من خلاص 60 سالم رمه 58 سالم اونجوری گذشته، دیدم خوب دیدم و خوب میدونم و خوب الان تقریبا یک سال نیم که اومدم این فرد حتی های مقدار خودم مطالعه داشتم و جرقه زد خداوند به وسیله آقای محمد انصاری، خدا خدا بهش قوت بده، خدا بهش ایشالله علم و ایمان مضاعف کنه، خدا ایشالله پدر مادر جو رحمت کنه. من ساعت 2:30 بعد از شب بود، فقط 3 دقیقه اون ور سکته شد دیدم، برام اون ور سکته رو دیدم دگرگون شدم. الان نمیدونم چجوری بگم، یه برادران ایرانی خودم، بابا تأسفانه برخورد نکنید، اقلایی برخورد کنید، درست تحقیق کنید، بخونید رجل بلاغه رو، بخونید قرآن رو، بخونید قرآن رو بخونید. این چیزی نیست که همچین، چرا ما باید هرکی هرچی بگه قبول کنیم؟ هرکی هرچی، وقتی قرآن هست، وقتی نهجل بلاغه هست، اینا رو من ننوشتم، شما ننوشتین که، اینا رو بزرگان نوشتن. من خواستم فقط اینو بگم که از برنامه‌تون بسیار متشکرم، وقتتونم دیگه نگیرم، ممنونم، متشکرم، خدا حافظ. خدا حافظ شما، موفق و معید باشید. موفق باشید جناب آقای رسول از ایران. بله واقعا تحقیق کنید، قرآن را بخوانید و ببینید که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چه فرمایشاتی داشتن، خود علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه چه فرمایشاتی داشتن، بعد بیاین و انتخاب کنید. یعنی همیشه قبل از انتخاب انسان تحقیق میکنه، نه اول انتخاب میکنه بعدا تحقیق. خب جناب آقای احمد از ایران بفرمایید. الو بفرمایید. سلام علیکم، خدمت شما و کارشناس شما. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آیا کارمند مطلب داشتم خدمتتون عرض کنم در مورد علی، که جناب کارشناس محترم مطالبی رو عرض کردن، فرمودن بنده یک مطلب دیدم، یک روایت هست و یک مطلب گفته بودن، یکیشون این در کتاب منهاج السنه هست، عبارت اینه که ولم یکن کذالک علی فإن خفیفا من الصحابه و التابعین کانوا یبغضونه و یسبونه و یقاتلونه. در مورد حضرت علی که اگر این چیزی که کتاب های کارشناس میفرمایند پس این عبارت منهاج السنه هست، این معنی چیه که بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی رو داشتن و فحش و ناسزا میدادن و باش میتنگید. و همچنین یک روایت در مصنف ابن عدی شیبه هست ظاهرن، که روایت شنید که از نزد واصله ظاهرن رفتن و نزد خروج دیدن که علی را دشنام میدادن و ایشون میگه من هم دشنام دادم، در جلد 10 صفحه 489 هست. اگر این بوده که شما میفرمایید، پس این عبارت ها و این روایاتی که در کتب وجود داره، اینا به چه معنیه که بسیاری بغض حضرت علی رو داشتن و با ایشون میجنگیدن، یا عبارات دیگری هست که ایشون برای مال، برای مثلا ریاست طلبی میجنگیدن و و پس الهازا که شما بهتر میدونید در این مورد، اینها پس چیست؟ اینا رو در کجای تاریخ میخوایم با قرار بدیم و چجوری اینا رو توجیه میکنید؟ چش حتما پاسخ رو خواهید گرفت جناب آقای احمد از ایران. خب جناب استاد، ما در هم این بحث بودیم، بحث توحید و بحث عقیده. آیا واقعا بین عقیده ابوبکر صدیق و خلفای اول امت اسلامی با عقیده علی ابن ابی طالب فرقی وجود داشت یا نه؟ بفرمایید. اگر خوب دقت کنیم، هدف از بعثت انبیا، هدف از بعثت انبیا این است که در واقع توحید به مردم برسانند و هر گونه شرک زدوده بشه از جامعه. رسول الله علیه الصلاة والسلام بعد از بعثتش، اگر خوب دقت کنیم، در اون جامعه کوچک مکه ده ها بت پرستش میشد. الان رسول الله صلی الله علیه و آله مأمور شدند که در واقع مردم راهنمایی کنند که ای مردم، شما نیایید برای یک هسته خرمای سجده کنید، ای مردم شما نیایید برای یک شخصی که به عنوان یک مجسمه الان بت برای خودتان و خدا برای خودتان قائلید، برای این سجده نکنید، چرا که این نمیتواند
ضرری از شما دفع کند و نه میتواند به شما هم سودی برساند. این اصل فکر و منهج رسول الله علیه الصلاه و السلام. و پیامبر بزرگوار اسلام شاگردان خودش روی همین منوال، روی همین راه و روش، روی همین منهج تربیت و آموزش دادند. الان ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی النورین و حیدر کرار و عموم اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این منهج تربیت شدند. اینها در مدت طول 23 سال تمام در عهد نبوت به عنوان شاگرد رسول الله علیه الصلاة و السلام از او در واقع کسب فیض نمودند. بله. یکی از مهمترین مسائلی که اینها آموزش دیدند این که با شرکیات، با خرافات مبارزه بشه، توحید در واقع تبلیغ بشه. چرا که هرچقدر که انسان به این خرافات، به این شرکیات، به این بت‌پرستی و غیره زانو بزند، ذلیل و حقیر می شود. دین مبین اسلام می خواهد این انسان مسلمان عزیز باشد، خودش را از اسارت و از بند و قید این گونه بت‌ها رها سازد. انسان بایستی که انسان آزادی باشد و جز الله پرستش نکند. الان ابوبکر صدیق بعد از وفات رسول الله علیه الصلاة و السلام، اگر خوب دقت کنیم و تاریخ صحیح مطالعه کنیم، میدانیم و میبینیم و شاهد هستیم بر این که ابوبکر صدیق رضی الله عنه اولین کسی که برای حمایت و پاسبانی از توحید جنگ های راه اندازی کردند. ارتش اسامه اعزام کرد، به قتال مرتدین رفت، به قتال مانعین زکات رفت. چرا این کار کردند خلیفه اول مسلمین؟ برای این که به این ملت ها و به این گروه و به این کشورها بفهماند بر این که حکم الله یکیست و حکم الله یکیست و قابل تغییر نیست. همان حکمی که در زمان رسول الله علیه السلام جاری بود الان هم بایستی تطبیق بشه. اما سؤالی که مطرح میشه، آیا اینهایی که ادعا میکنند علی مظلوم است، ابوبکر غصب خلافت کرده و الی آخره، به نظر جناب عالی اگر سیدنا علی رضی الله عنه به عنوان خلیفه اول مسلمین میشد و انتخاب میشدند، آیا جز همان کارهایی که ابوبکر کرده اجبارا بایستی انجام دهد؟ نه خیر، قطعا بله. آیا سیدنا علی رضی الله عنه مگر نه این بود که بایستی بنا به فرمایش رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتش اسامه اعزام بکند؟ درست. مگر نه این است برای حفظ و پاسبانی از توحید بایستی به قتال مانعین زکات میرفت؟ بله. مگر نه بایستی این که حضرت علی رضی الله عنه برای حفظ این قرآن و سنت و این ارمغانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای امت آورده بایستی که به قتال مرتدین میرفت؟ خب پس اینجاست که هیچ فرقی و تفاوتی بین راه و روش ابوبکر با علی نیست هیچ گونه. بگذاریم بیایم فراتر از خلافت ابوبکر، بیایم به خلافت عمر. بله. در زمان خلافت عمر ببینیم که آیا سیدنا علی رضی الله عنه در واقع همواره به عنوان یک سرباز مخلص و فداکار و به عنوان قاضی و مشاور خوب برای خلیفه دوم نبودند؟ اگر خوب دقت کنیم و امروز هر کدام از شهروندان و هموطنان عزیز ایرانی ما به شیراز به تخت جمشید برود، اونجاست که میبیند آثار ضربه زدن شمشیرهای سربازان اسلام بر اون مجسمه ها هنوز نمایان و آشکاره و قابل انکار نیست. چه کسانی انکار کردند؟ چه کسانی با همان شمشیر برهنشان در واقع آمدند و همین بت‌ها و مجسمه‌ها خدشه وارد کردند تا این پیام به ملت‌های مسلمان و به ویژه به ملت عزیز ایران برسند بر این که بت‌پرستی ممنوع است؟ زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم افرادی می‌فرستادند برای حد و ویران کردن بت‌ها. در زمان خلافت اول همین کار شد، در زمان خلافت عمر و در زمان خلافت علی کلاً منهج یکی است. مگر در بین اون سربازانی که توسط خلافت خلیفه دوم مسلمین اعزام شدند برای فتح روم و فارس، مگر در بین اون سربازان علی نبود؟ الحسن و الحسین نبودند؟ بودند. بله. از جمله کسانی که
ضربه های با شمشیر خودشان بر این مجسمه ها وارد کردند الحسنین بودند. و اگر کسی بگوید که نه علی در این جنگ ها مشارکت نداشتی، الحسن و الحسین نبودند، کذبه، دروغه. تاریخ صحیح ما بایستی نگاه کنیم و همان گونه و همان طوری که برادر بزرگوارمون اشاره داشتند بازگردیم به قرآن کریم. بله. مرجع اصلی ما قرآن کریم و سنت نبوی و هر روایت تاریخی و هر روایت تاریخی که با قرآن کریم و سنت نبوی در تضاد باشد بایستی اون را کنار بندازیم. درست. پس اینجاست که هم ابو بکر و هم عمر و هم عثمان و هم علی رضی الله عنهم جمیعا در واقع در جانب پرستش عقیدشان یکی بوده لا غیر. بله، پس اینا با تمامی وجود در برابر شرک و مظاهر شرک ایستادند و مبارزه کردند و بلکه جهادشون هم برای بالا بردن پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله بود لا غیر. و فراتر از این اگر خوب دقت کنیم، چرا حضرت علی رضی الله عنه و ارضا به همان طوری که در ابتدای مقدمه اشاره داشتم، چرا به نماینده ویژه خودش، به سفیر خودش به اهل یمن این دستور میدهد؟ ان لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته. یعنی حضرت علی میگوید که گنبد و بارگاه ممنوع. الان خلیفه اول مسلمین، خلیفه دوم مسلمین، خلیفه سوم مسلمین باز هم میگفتن گنبد و بارگاه ممنوع. ممنوع. بله، درست. پس اینجاست که ما به این نتیجه مسلم میرسیم، برای اینکه هر چهار خلیفه بر یک عقیده بودن، بر یک عقیده بودن. بله. و در این شک و شبهه نیست. درست. خب جناب صاحب، بر بگردیم به موضوع بحثمون و پاسخ دادن به این شبهه که آیا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه در طول خلافت خلفای راشدین ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنهم، آیا همراه اینها بودند یا اینی که در گوشه نشسته و کاری اصلا به اینها نداشتن، به خاطر اینی که بر اساس ادعایی که میشه خلافت ازشون غصب شده بود؟ فرمایید. بله، اگر خوب دقت کنیم و تاریخ صحیح اسلامی خودمان مطالعه کنیم به این حقایق مسلم تاریخی میرسیم. تاریخ صحیح اسلامی ما برگرفته شده از قرآن کریم و سنت نبوی. در وهله اول در نشست های مختلف اشاره داشتیم بر این که در قرآن کریم آیات عدیدی داریم در مورد مدح اصحاب رسول الله علیه الصلاة والسلام به طور عموم. بله. و زمانی که الله واحد عز و جل از صحابه کرام اظهار رضایت و خوشنودی کرده باشند، من باب اولا در رأس اونها خلفای راشدین. نه. الان کم و بیش متاسفانه در فضاهای مجازی، روی منبرها و و و الاخری و در روزنامه ها و غیره همیشه اون عنوان میشه برای این که خلافت علی غصب شده، بین علی و بین این سه خلیفه کدورتی بوده، دشمنی بوده، حضرت علی منزویش کردن. مثل این که در واقع زمانی که ما این گونه مطالبی مطالعه کنیم به این نتیجه میرسیم، مثل این که ابو بکر و عمر و عثمان اصلا هم مغمشان این بوده که چکار کنند که این علی را منزوی کنند، چکار کنند که این علی گوشی نشین کنند، چکار کنند که خلافت و اون در واقع ادعای خلافت منسوسه قرآن و نبوت از علی بگیرن. و از اون طرف هم شخصیت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو یک شخصی ضعیف و عاجز و ناتوان معرفی کردن که حتی قادر به دفاع از حریم خصوصی خودش هم نیست. اصلا چنین چیزی نبوده. اگر ما خوب دقت کنیم چنین چیزی نبوده که سیدنا علی در واقع احساس کند که حقی از او سلب شده تا اینکه در صدد در واقع احقاق حق خودش براید. اصلا سیدنا علی رضی الله عنه ورضاه خودش اظهار مظلومیت نکرده، خودش دنبال این نبوده که این خلافت از آن من است و شما در واقع غصب کردید، چنین چیزی نبوده. شواهد تاریخی چیزی دیگری به ما نشان میدهد. بیاییم ببینیم که اگر غصب خلافت شده از جانب سیدنا علی، چه چیزی سیدنا علی رضی الله عنه اجبا در واقع ملزم میکرد که در خلافت ابو بکر و عمر و عثمان قاضی باشد، مشاور اول باشد،
وزیر اول باشد، همه کاره مملکت باشد، مگر می شود؟ بنا به ادعا که ابوبکر و عمر و عثمان مرتدند، خب الان سیدنا علی بنا به این ادعا بر این که امام معصوم هستند، چگونه امام معصوم به خودش اجازه دهد به مشت کفار و مرتدین مشورت دهد؟ چگونه یک امام معصوم این همه العیاذ بالله حقیر و ذلیل باشد، نتواند حق خودش را بگیرد و برای در واقع این حکومت های مستبد و مرتد الاخری زانو بزند؟ ولا تركنوا للذين ظلموا فتمسكم النار. الله عز وجل فرمایند در برابر ظالمان و ستمکاران زانو نزنید، اظهار ذلت و حقارت نکنید، اگر این کار کنید فتمسكم النار، شما جزء جهنمیان میشید. قطعا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی بیشتر از هر کس دیگری مفهوم این آیه رو میدونستند. بله، هم مفهوم این آیه میدونستند و هم سیدنا علی رضی الله عنه و رضاه اولاترین کسی بود که به این آیه کریمه عمل بفرماید. عمل بفرماید. بله. پس اینجاست که در واقع تمام این مسائلی که رد و بدل می شود و گفته می شود کذب محض است، عاری از صحت می باشد. قضایای تاریخی برخلاف این ادعاها، سیدنا علی رضی الله عنه اگر خوب دقت کنیم با اصحاب رسول الله علیه الصلاه و السلام در جانب امور اقتصادی، در جانب امور دفاعی و جنگی، در مورد مسائل علمی و مشکلات اعتقادی مشورت میکردن در تمام قضایا. حال اگر این شخص منزوی شده، خب چرا اینها خودشان را ملزم کنند برای اینکه با چنین شخصی که منزوی شده و هیچ گونه قدرتی در دست ندارد مشورت کنند؟ درست. دو راه بیش نیست، یا اینکه واقعا حضرت علی رضی الله عنه قدرت داشتند و پیروان زیادی داشتند و این سه خلیفه از او ترس داشتند. در این صورت میگوییم که خب اگر حضرت علی رضی الله عنه این همه طرفدار داشته باشند و این همه قدرت داشته باشند، چرا اجازه بدهد ابوبکر خلافت ازش بگیرد و یا عمر و یا عثمان؟ و یا اینکه بگوییم نه، سیدنا علی رضی الله عنه همان شخصیتی که در قرآن کریم و در سنت نبوی معرفی شده و دنبال خلافت و حکومت و الی آخری نبوده و اینجاست که خودش را به عنوان یک شاگرد از شاگردان رسول الله صلی الله علیه و سلم و به عنوان یک سرباز از سربازان اسلام خودش را مسخر خدمت به اسلام کرده. بله. و اینجاست که خالصانه و مخلصانه در خدمت خلافت راشده بودند. بله. اگر خوب دقت کنیم در عهد خلافت ابوبکر صدیق رضی الله عنه که در نشست گذشته تا حدودی بون اشاراتی داشتیم، در جانب قتال مرتدین، در جانب قتال مانعین زکات و در مورد اعزام ارتش اسامه، آیا سیدنا علی رضی الله عنه در این قضیه بزرگ و مهم با خلیفه اول مسلمین همراه بودند یا مخالف بودند؟ همراه بودند. قطعا همراه بودند. اگر بگوییم که و اگر کسی ادعا کند که همراه نبوده بلکه مخالف خلیفه اول مسلمین بوده، این العیاذ بالله اهانت بزرگی است به سیدنا علی رضی الله عنه. چرا که بله. یعنی این که در اون شرایط سخت دو راه بیش نیست، یا این که این شمشیرت بایسی بر اهل رده و مانعین زکات و جبهه روم و فارس برهنه باشد، و یا این که نه، شمشیرت در خدمت مرتدین باشد. بله. والعیاذ بالله شمشیر حضرت علی رضی الله عنه نمیتواند در خدمت مرتدین باشد. بفرمایید. خب اگه اجازه بدین تماسی هست. آقای ناصری از ایران بفرمایید. الو، سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام. خسته نباشین. خدمت جناب استاد کشتکار هم سلام عرض میکنم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. ببینید، به نظر بنده نقش و خدمات سیدنا علی رضی الله عنه در زمان خلفای راشدین واقعا یک دوره مثبت و طلایی داشت. یعنی نقش طلایی رو ایشان انجام دادن در آن زمان، تا حدی که حتی
من در کتاب‌های تاریخی هم خواندم که صدای بدخواهان ایشان رو در آورد، یعنی از حسادت اعتراض میکردن. میدونید که کی رو میگم؟ نه، کی رو میگید شما؟ بله، طایفه‌ای بودن در اون زمان، طایفه یهودی که به رهبری یک شخص یهودی به نام اکبر جنگیر بود. خب این قطعا مشخص بود از همون ابتدایی که وارد صحبت شدین و صداتون رو تغییر داده بودید، مشخص بود که شما نه احترام علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو دارید و نه احترام این همه مسلمانانی که دارن این برنامه رو نگاه میکنن. اینها رو انشاءالله تعالی شما خود در نزد الله سبحانه و تعالی وقتی وارد قبر میشی پاسخ میدید، نگران نباش. خب بسیار خوب جناب استاد، بحث رو با شما ادامه میدیم. فرمایید. اشاره داشتیم در نشست گذشته بر این که قولا و عملا ثابت شده و روایت های تاریخی صحیح هم ثابت میگه بر این که سیدنا علی رضی الله عنه در خدمت خلافت خلیفه اول مسلمی بوده در کلیه این جنگ ها، و در واقع مهمترین ادله ای که در واقع این قضیه ثابت میکند بر این که اگر خوب دقت کنیم، سیدنا علی فرزندی به نام محمد ابن الحنفی داشتند. محمد ابن الحنفی مادرش یکی از در واقع اسرای جنگی همین جنگ بودند که سیدنا علی رضی الله عنه و ارضا با مادر محمد ابن حنفی ازدواج میکنند، و نتیجه این ازدواج محمد ابن حنفی که در واقع به قبیله مادرش معروف شده محمد ابن حنفی، چرا که مادرش از بنی حنیفه بوده و بنی حنیفه یکی از در واقع قبیله از قبایل مسلمه کذا بودند. این یک مورد. مورد دوم، باز هم در نتیجه همین جنگ های با مرتدین و مانع زکات و الی آخره، باز هم با کنیز دیگری سیدنا علی ازدواج میکنه به نام الصحبا، و حاصل نتیجه این ازدواج دو فرزندی به نام رقیه و عمر بوده. این سوال خیلی مهمه جناب استاد برای بینندگان عزیز و محترم، و خیلی این قضیه رو شاید نمیدونن. بعد از وفات دختر رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحاب و سلم، فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه آیا ازدواج هایی کردن یا نه، یا فقط اکتفا نمودن به فاطمه زهرا رضی الله تعالی عنها؟ بفرمایید. حسن، سوال جالبی. سیدنا علی رضی الله عنه وارضاه بعد از وفات سیدتنا فاطمه الزهرا رضی الله عنها وارضاها با زنان متعددی ازدواج داشتند، با زنان متعددی و با کنیزان متعددی هم، و از جمله اون کنیزان همین مادر محمد ابن حنفیه که در از جمله اسرای جنگی بوده، و با همین مادر رقیه و عمر که به عمر الاطرف هم معروف است به نام الصحبه التغلبیه، که باز هم یکی از اسرای جنگی بودند ازدواج نموده. و جالب اینجاست، یکی از این ازدواج ها قبل از وفات سیدنا فاطمه رضی الله عنها، خود حضرت فاطمه رضی الله عنها به عنوان پیشنهاد به همسر خودش یه پیشنهادی داده بودند که بعد از من خوب است که با دختر خواهرم ازدواج کنی، چرا که در واقع حکمت فاطمه رضی الله عنها بر این که الان فرزندان خردسالی هنوز دارند، و جالب است بر این که سیدنا علی رضی الله عنها با دختر خواهر خودش، یعنی دختر خواهر فاطمه که امامه بنت زینب می باشد، ازدواج کند برای رعایت فرزندانش. یکی از همسران سیدنا علی رضی الله عنها رضی الله عنه وارضا امامه بنت زینب رضی الله عنهم عنهن جميعا. و همچنین که اشاره فرمودید، ازدواج های مختلفی در کارنامه سیدنا علی رضی الله عنه وارضا ثبت و ضبط و قید شده، و از جمله این فرزندان همین رقیه و عمر از الصحبا و محمد ابن حنفیه از خوله، و همچنین ازدواج دیگه داشتن با اسماء بنت عمیس. اسماء بنت عمیس کسی بوده که همسر جعفر ابن ابی طالب بوده، بعد از اون همسر ابوبکر صدیق بوده، بعد از وفات ابوبکر سیدنا علی با همین اسماء ازدواج. و جالب اینجاست که محمد ابن ابی بکر به عنوان یک فرزند خردسالی در خود
در منزل حضرت علی رضی الله عنه چه تربیت و بزرگ شدند. بله، محمد ابن ابوبکر که فرزند ابوبکر صدیق باشند، از اسماء، از اسماء بنت عمیس که بعدا به ازدواج علی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه درآمدند. بله، بسیار جالبه. جناب آقای عبدالقادر از ایران بفرمایید. سلام، علیکم، شب بخیر باشه. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از آقای کشتکار، مطالب بسیار درستی فرمودن امشب. خدمتتون عرض کنم که نگاه مثبتی که در بین اهل سنت نسبت به امیرالمومنین علی علیه السلام بوده کاملا متون تاریخی این نگاه رو تایید میکنه. من یک نکته ای رو از ابن حجر در سوائق میخونم، جلد 2 صفحه 353، میتونید از شامله هم سرچ کنید بیایید برای استاد ببینن متنش رو. آقای آبکار فهم. آقای ابن حجر فرمودن که در مورد مسئله اتفاقاتی که برای حضرت علی اتفاق افتاد و دشمنان ایشون در تاریخ متاسفانه کارهایی کردن، از جمله این که میفرمان ثم لما اشتد الخطب اشتغلت طائفه من بنی امیه بتنقیصه و سبه علی المنابر و وافقهم الخوارج لعنهم الله بل قالوا بکفره. دیگه از اون جایی که خطبه ها اشتد الخطب و اشتغلت طائفه من بنی امیه بتنقیصه و سبه علی المنابر، عده ای از بنی امیه شروع کردن به نقص وارد کردن به این صحابی جلیل القدر و شروع کردن به سب ایشون بر روی منابر، و در این مسیر خوارج هم بنی امیه را در این سب و در این تنقیص همراهی کردن تا جایی که خوارج قائل به کفر علی علیه السلام شدن. این اتفاقات افتاد و اشتغلت جهابذت الحفاظ من اهل سنت، این تیکه مورد نظر من بود، بزرگان اهل سنت در برابر این فتنه بنی امیه که سب و تنقیص علی کردن، اهل سنت شروع کردن به بث فضائله حتی کثرت، شروع کردن به انتشار فضائل این صحابی جلیل القدر نصحا للامه و نصرتا للحق، از باب خیرخواهی برای امت و مطابقت با یاری کردن حق. من سوالم اینه به صورت مشخص، میخوام ببینم نظر استاد چیه، که انگیزه بنی امیه از انتشار لعن و سب این صحابی جلیل القدر چه بوده؟ اگه استاد این رو این مقدار توضیح بدن من ممنون میشم و تشکر میکنم. چشم، حتما موفق و معید باشید. آقای عبدالقادر از ایران، تماس بعدی دوستان. آقای اسفندیار از ایران بفرمایید. آقای آبکار سلام عرض. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلام خدمت آقای کشتکارم دارم. علیکم السلام. آقای در موضوع برنامه‌تون بخواستم، یکی از رفقای من به اینجا هستم، خواستم یه سوالی بپرسم ازت، امکانش باشه. بفرمایید. سلام آقای آبکار، ببخشید پشت عیبتون، من هرچی تماس میگیرم وصلم نمیکنه. حالا دوست اون استفاده کردیم. من سوال بنده از آقای کشکار، آقای شما، آقای گلزار سوالش مطرح کنه. آقای گلزار هستی شما، درسته؟ بله بله. بفرمایید. بله، سوال بنده از آقای کشکار این استش که آقای کشکار، شما میفرمایید که امیرالمومنین علی علیه السلام با خلفا در دوران خلافتشون همکاری کردند. من از شما یک سند فقط میخوام، هیچی بیشترم نه، فقط یک سند که حضرت علی در یکی از جنگهایی که به نام فتوحات مشهور شده باشه یک سند بیارید که حضرت علی شرکت کرده باشه. شما نرید مثلا بگید که نمیدونم فلان کنیز رو به حضرت علی دادن بنابراین شرکت کرده. ابل حسن، شیر بدر و حنین و همه غزواتی که بوده، چطور شد بعد از رحلت پیامبر خدا شمشیرشون رو غلاف کردن دیگه نیومدن در صف دشمنان بجنگن؟ این به نظر شما نشان نبود، علامتی نبود بر این که با این روش و با این شیوهی که خلفا در پیش گرفتن موافق نیستن ایشون؟ و الا حضرت علی واقعا میترسید؟ حضرت علی که این همه کفار رو در زمانی که اسلام در اقلیت به سر می برد همه کفار رو از بین می برد، قتل می کرد، چرا بعد از رحلت پیامبر خدا دیگه ما شاهد هیچ کدوم از این جنگ ها نیستیم، هیچ کدوم از این دلاوری های حضرت علی نیستیم؟ نعوذ بالله حضرت علی ترسو بوده، نعوذ بالله حضرت علی واقعا رفت خانوادش همه چیز رو ول کرد،
چرا این کار رو کرد؟ آیا دلیلی داشته یا اینکه نه؟ چون که اگر حالا شما سندی دارید، من خواهش میکنم سند رو با صراحت ذکر کنید. سند رو بیارید بگید فلان کتاب فلان صفحه نوشته شده که حضرت علی در یکی از این فتوحات شرکت کرده، و خودتونم میدونید تاریخ نگارا نسبت به حضرت علی حساس بودن. مطمئنن اگر در کوچکترین جنگی حضرت شرکت میکرد، ذکر میکردن که امیرالمومنین حضرت علی در فلان فتحه که مثلا در ایران واقع شده شرکت کرده. اما هیچ سندی در تاریخ، در تمام کتب حدیث شما برید، نه اینی که هیچ اینی که هیچ شما هم در مقام سوالی و هم در مقام جواب، شما سوال رو پرسیدید، منتظر جواب بمونید. اما من یک قضیه رو من باب یادآوری میخوام بهتون بگم. شما قائل هستید بر اینی که علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه حقش در کسب خلافت ضایع شده، این حرف درسته؟ یعنی این دیدگاه شما هست یا نه؟ علی بلا شک. خب منم بس کافیه، من فقط در حد بله و خیر میخوام دیدگاه شما رو بدونم. شما بر این دیدگاه قائل هستید که خلافت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه از سوی ابوبکر صدیق غصب شده است. خب از اون طرف هم میفرمایید که علی ابن ابی طالب امامی معصوم است، درسته؟ شما بر عصمت علی ابن ابی طالب هم قائل هستید یا نه؟ بله، پس شما بر عصمت علی ابن ابی طالب هم قائل هستید. سوال من اینه، علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه امام معصوم است دیدگاه شما، کسی که خلافتش غصب شده است، چرا خودش از یک آیه قرآنی در خلافت معصوم خودشون استدلال نکردن؟ بله، شما آیا حدیث عزیز من ببین آقای گلزار، سوال رو بفهم، من از حدیث صحبت نمی کنم. مشکلی که داری اینه که هیچ وقت وارد اصل سوال نمیشید. ببین من سوال شما رو گرفتم، این همین سوال رو هم به کارشناس محترم برنامه ارائه خواهم داد. شما یک سند قبل از این قطع کنید، من یک سوالی دارم اگه اجازه فرمایید. بفهم. آقای گلزار، شما میفرمایید که امام معصوم رضی الله عنه و ارضا غصب خلافت شده و دیدگاه علی همان دیدگاه شما که ابوبکر الان مرتد شده. به نظر شما در طول دو سال و چند ماه خلافت ابوبکر حضرت علی کجا نماز میخواندند؟ آیا به پشت سر ابوبکر نماز میخواند یا در منزل خودش با همسرش در منزل خودش نمازش ادا میکرد؟ ممکن فقط این جواب بدهید؟ بله آقای کشکار، اول شما نه خواهش میکنم بدون سفسطه فقط جواب بدید. کجا نماز میخواندند؟ آیا با جماعت مسلمی نماز میخواندند پشت سر ابوبکر یا نه در منزل خودش نماز میخواند؟ بس شما سندی ندارید برای اینکه حضرت علی در فتوحات شرکت کرده؟ نه جوابم بدید. سند دارم، سند میدم الان همین جواب بدید که حضرت علی در کجا نماز میخواندند. فقط این را بفرمایید برای اینکه بینندگان عزیز و محترم این مسئله بدانند. آقای کشکار شما بله. سند قدم به قدم باید جلو برین. شما سند بیارید. ببین خیلی ممنون، اجازه فرمایید. ببین برادر بزرگوار، وقتمون دیگه رو به پایان، عوام فریبی نکنید، شبه پراکنی نکنید. الان من این آدرس از نهج البلاغه میدم، نه از کتب اهل سنت، ولی ببینید از جواب دادن عاجز موندید. سپاسگزارم از شما جناب آقای گلزار، به هر حال سوال رو مطرح کردین به با وساطت دوستتون آقای اسفندیار از ایران. خب دوستان وقت زیادی باقی نمونده، درسته؟ خب اجازه فرمایید جناب استاد، همین سوالی که من مطرح کردم برای دوست عزیزمون، و والله یعنی حقیقتش قلب ما برای این گونه افکار در واقع میسوزد، انسان گریش میگیرد که این انسان فقط هم موغمش این است که شبهه بیندازد. تو فقط الان یه سری چیزهای هم عنوان می خودش هم به اون معتقد نیست. الان بینندگان از محترم به این مسئله و قضیه مهم توجه کنند. اینها میگویند که ابوبکر مرتد شده، یعنی دیدگاه سهراب با دیدگاه علی یکی است بنا به ادعای خودش که علی معتقده که ابوبکر مرتده. خب در طول مدت دو سال و چند ماه خلافت ابوبکر صدیق، حضرت علی رضی الله عنه پشت سر ابوبکر نماز می خواندند.
اگر نماز پشت سر حضرت ابوبکر ادا نمی کرد، خب دلیلی بیاورید برای اینکه نه، در منزل خودش به اتفاق فاطمه همسر خودش و فرزندان خودش برای خودشان در منزل خودشان چه مزید روز کردن. میدونید اهمیت این قضیه که شما الان دارید مطرح کنید، مطرح میفرمایید کجاست؟ شما یک آیه رو خوندید، ولا ترکنو الی الذین ظلموا. خب از اون طرف اگر واقعا از همونطوری که آقای گلزار مطرح میکنن، اگر واقعا ابوبکر صدیق مرتد و ظالم است، چون غصب خلافت به معنی ظلم دیگه، یعنی ظلمی در حق علی ابن ابی طالب واقع شده، چطور شخصیتی به مانند علی ابن ابی طالب که در فهم و در تطبیق آیات قرآنی نظیر نداشتن پشت سر ابوبکر صدیق دو سال و اندی به نماز میستن، در حالی که الله سبحانه و تعالی من میفرماید از اینی که در حالی که این آقای سهراب به هم فکرانشون مسکینند، اینها در تضاد واقع شدند. الان ببینید من عرض کردم به اون یک سوال از جواب دادن عاجزمون. چرا؟ اینها معتقدند، روایت هایی هم در کتب خودشون دارند، به کذب و دروغ نسبت میدهند به اهل بیت. چه میگویند؟ میگویند که همواره ابوبکر صدیق برای به قتل رساندن علی نقشه میکشید و چندین بار، ببین این در روایت ها در کتب خودشون هست و سهراب هم به این روایت ها معتقده، و اما در تضاد واقع شدن. میگویند که ابوبکر بارها از خالد بن الولید خواسته که هر وقت که در صف نماز ایستادید و علی هم یکی از شماها به عنوان نمازگزار پشت سر من نماز میخواد، کاری کنید یکی از این نمازها علی را با شمشیر خودت بزن و ما از شر رو راحت کنید. این روایت در کتابهای خودشان آمده، یعنی دالبان مشارکت علی بن ابی طالب در نماز. پس این روایت ها دلیل بزرگی است برای این که علی در کنار خالد بن ولید، علی در کنار عمر، علی در کنار الزبیر، علی در کنار بقیه اصحاب پشت سر ابوبکر نماز میخواند. وگرنه این روایت از کجا آوردید؟ درست. در تضاد واقع شدن و با عقل مردم متاسفانه تناقضات. بله جناب استاد، وقتم حقیقتا داره تموم میشه، من اگه اجازه بدید به سوالات بپردازیم، چون بیننده های عزیز برام تماس گرفتن و سوالاتشون نمونه. ان شاء الله هفته آینده. بله بله بخیر، بس ان شاء الله هفته آینده. جناب آقای رسول از ایران ایشون فرمودن که به هر حال من با مشاهده برنامه ها به سمت قرآن و سنت صحیح رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اومدم و دست از تاریخ غیر صحیح با تحقیق برداشتم، نه از روی هوا و هوس. اگه الحمدلله، من به این برادر بزرگوار تبریک میگویم و در وسانیان در واقع از الله عز و جل میخوام که ثابت قدم بمانند، و ثالثاً از بینندگان عزیز و محترم همیشه این تقاضا داریم برای اینکه ما برای سنی کردن و یا شیعه کردن کسی نیامدیم. درسته. دعوت ما برای اهل سنت و برای اهل شیعه یکیست، برای اینکه بازگردید به قرآن کریم و سنت نبوی. بله. همه ما و نصیحت ما در ابتدا بنده به نصیحتم به خودم و به جناب عالی و به دیگر بینندگان عزیز متعال، برای اینکه به قرآن کریم و سنت صحیح نبوی بازگردیم. بله. این تاریخ صحیح ما، این مرجع ما، اگر ما به قرآن کریم بازگردیم و به سنت صحیح نبوی بازگردیم، تمام مشکلات ما حل میشه. بله. اون چیزی که امروزه آقا سهراب ادعا میکنند خلاص خود به خود ذوب میشود. درست. به این نتیجه میرسیم برای اینکه گفته آقای سهراب کذب محضه. بله. پس اینجاست که همان به همان گونه که این برادر بزرگوار به قرآن کریم و به سنت صحیح بازگشتند، انشاءالله تعالی دعوت به این داریم برای اینکه همگی ما به قرآن کریم و سنت صحیح نبوی بازگردیم. جناب آقای احمد از ایران فرمودن که در کتبی همچون منهاج السنه و کتبی دیگر وجود داره روایت هایی که به هر حال کل این روایت هایشون، من از سوالشون فهمیدم که مصدرش از کتب اهل سنته، بر اینی که
وجود داره که اصحاب علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه رو سب و دشنام میدادن و همچنین روایتای وجود داره که میگه که اصحاب میگن به این بینی که علی ابن ابی طالب به دنبال ریاست بود. اصلا در کل در مصادر اهل سنت روایت های صحیح وجود داره که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابن ابی طالب رو دوست نداشتن و اون رو تن ولن میکردن. ببینید متاسفانه این روایت های ضعیف و یا مکذوب و دروغی نسبت داده شده به اصحاب رسول الله علیه السلام و یا این که نسبت داده شده به بنی امیه، بر این که بر علیه سیدنا علی رضی الله عنه در واقع روایت هایی در واقع ثابت است، بر این که بر علیه سیدنا علی رضی الله عنه چه دعوت می شده بر این که نفرین کنند نسبت به خشم و کینه داشتن و الاخری. در صورتی که یک روایت صحیح ما در کتب اهل سنت نداریم و یافت نمی شود بر این که به عنوان مثال از ابوبکر رضی الله عنه ثابت شده در مذمت علی و یا این که از الزبیر ثابت شده در مذمت علی، در بین اصحاب رسول الله علیه السلام این گونه روایت ها ثابت نشده بر این که نسبت به یک دیگر حقد و کینه دارند و بر علیه دیگر چه در واقع روایت هایی و یا حدیثی و یا اقوالی چه جعل میکنند. موردی که به اون بایستی اشاره کرد اینه که تمام روایت هایی که در مورد این جانب قضایا اشاره میکنند دروغ میباشند. اشاره داشتید به کتاب منهاج السنه. کتاب منهاج السنه کتابی است از تألیفات شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه، از بزرگان اهل سنت، از مفاخر اهل سنت. اهل سنتی نیست در جهان اسلام که به کتب ابن تیمیه افتخاری نکند. حال در دو سه نشست گذشته روایت هایی از کتاب منهاج السنه و مجموع الفتاوای ابن تیمیه رحمت الله علیه عنوان کردیم در مدح و ثنای سیدنا علی رضی الله عنه. بله. هیچ قولی از ابن تیمیه ثابت نشده در مورد مذمت علی و نمیتواند، مگر ابن تیمیه میتواند به خودش اجازه دهد در مورد سرور خودش سیدنا علی رضی الله عنه مذمتی کند و یا العیاذ بالله یک عبارتی نسبت به سیدنا علی بی ادبی داشته باشد؟ ابن تیمیه معتقد است به فضایل حضرت علی به همان گونه که معتقد است به فضایل ابوبکر. ابن تیمیه بر این واقف است که ایمان به علی، حب علی دین است. بله. و از این رو اگر ابن تیمیه یک عبارتی، یک جمله، یک کلمه در مذمت سیدنا علی در کتابش آورده باشد، کتاب ابن تیمیه در سطل زباله میندازیم و ابن تیمیه نزد هر مسلمان سنی مذهب فاقد اعتبار خواهد بود. از این رو امروز هر مسلمان سنی مذهب ابن تیمیه و تألیفاتش افتخار میکند برای اینکه ابن تیمیه روشش روش قرآن و سنت است و روشش احترام به خلفای راشدین و به ویژه به حضرت علی. و این جمله اضافه کنم، من فکر میکنم اون چی که ابن تیمیه در منهاج السنه در مورد فضایل حضرت علی بازگو نموده، در مورد ابوبکر و عمر و عثمان بازگو نفرموده. بنده معتقدم نه اینکه ابن تیمیه نسبت به ساحت مبارک سیدنا علی بی ادبی نکردن و به او به حساب بی احترامی نکرده باشند، بلکه در شخصیت حضرت علی رضی الله عنه در خوبی هایش و فضایلش حتی غلو داشتند. این ابن تیمیه و این کتب اهل سنت. اما این را در نهایت عرض کنم، هر روایتی که در کتب تاریخی و یا در مسانید و سنن و سنن و الاخری ببینیم که در اونجا در واقع بوی خلاف و بوی حقد و کینه بین علی و ابوبکر، بین علی و عمر، بین علی و عثمان و بقیه اصحاب بله. برسانت، بدانیم که این روایت روایت صحیح نیست. بله.
بله و در نزد اهل سنت فاقد اعتبار این عربه. بله این خیلی نقطه مهمیه. همچنین جناب آقای عبدالقادر از ایران باز همیشون هم یک همچنین روایت را از کتاب از السواق ابن حجر مطرح کردن و اینی که اونجا اشاره میشه به یک طایفه از بنی امیه به اتفاق خوارج اینها آمدند و حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو یعنی در واقع بغض حضرت علی رو بدر گرفتن و تن ولن ول آخری کردن، اما اهل سنت در این قضیه ایستادن و شروع کردن به بیان فضائل حضرت علی رضی الله تعالی عنه. ایشون خواستن نظر شما رو در مورد این روایت بدون. میبخش من متوجه نشدم روایتی که جناب آقای عبدالقادر از ایران از کتاب السواق ابن حجر مطرح کردن، روایتی رو ایشون خوندن که یک طایفه از بنی امیه، چون در روایت میاد طایفه من بنی امیه، شروع به طعن ولعن علی ابن ابی طالب و به بغض و کینه نسبت به علی ابن ابی طالب پرداختن، همچنین خوارج، تا اینی که اهل سنت عده ای از علماء اهل سنت اومدن و در مقابل این روایت ها فضائل حضرت علی رضی الله تعالی عنه رو بیان کردن. ایشون سوالش این بود که چرا، یعنی میخوای اینو بگم که بنی امیه با علی ابن ابی طالب مخالف بوده؟ احسن بس نه چنین چیزی نیست و اون چیزی که امروزه عنوان میشوند در مورد سب و لعن و نفرین سیدنا علی بر روی منابر بنی امیه دروغ است، هرچند که در مصادر مختلفی همین مسائل هم عنوان شده باشد ثابت نشده. این یک مورد. مورد دوم، در واقع از بنی امیه به عنوان شجره خبیثه عنوان می شود و از بنی امیه به عنوان کسانی که به اسلام خدمت خیانت کردن عنوان می شود، در صورتی که اون چی که ثابت است از خلافت بنی امیه برخلاف این دیدگاه، فتوحات اسلامی در عهد معاویه صورت گرفته، فتوحات اسلامی در عهد بنی امیه صورت گرفته، در عهد بنی امیه جامعه اسلامی رشد و رونق داشت و این روایت ها باز هم تاکید میکنن، روایت هایی که در واقع این میرسن بر این که بنی امیه بر علی حضرت علی بر روی منابر دستور میدادن که لعن و نفرین شود، کذب دروغ است. ثانیا اون چی که در مورد اما اشاره داشتن بر این که بعد از این جریان ها الان اهل سنت آمدن در مورد فضائل حضرت علی کتبی نوشتن، نه چنین نیست. در مورد فضائل حضرت علی قرآن کریم فرمایش داده، در مورد قرآن کریم، در مورد فضائل حضرت علی احادیث نبوی داریم. چه ربطی داره به بنی امیه؟ احادیث صحیح از زبان شیوا و مبارک رسول الله علیه الصلاه و السلام در مورد مدح و فضائل حضرت علی ثابت شده و اینجاست که بزرگان اهل سنت از جمله بخاری و مسلم و احمد و در اصحاب سنن و مسانید این روایت ها در کتب خودشان، در کتب حدیثی خودشان چه درج کردن. اصلا سؤال اساسیشون این بود که بنی امیه در مقابل علی ابن ابی طالب استادن یا نه، مخالف بودن یا نه. کل بحث اینه. اما الان یک امر بسیار مهمی در واقع الان بگویم که اصلا حقد و کینه و در مقابل همدیگر اینکه ایستاده باشم چنین موردی نیست. خب بیننده عزیز میگه خب شما چرا این عنوان میکنید؟ مگر جنگ صفین بین چه کسی بوده؟ اما هرچند که بین علی و معاویه جنگی به نام جنگ صفین اتفاق افتاده، بارها عرض کردیم اسباب این جنگ چه بوده، چه کسی این جنگ راه اندازی کرده، اسباب این جنگ بالاخری، و ضمناً بر این مسئله هم تاکید میکنم ثابت نشده بر این که معاویه در مورد این جنگ و در مورد عدم بیعتش در واقع این ادعا کرده باشد که من از علی افضل‌ترم. زمانی که معاویه این ادعا نداشته و نمیتواند داشته باشد، خب من باب اولا که سب و شتم و حقد و کینه هم نباشد. درسته. عقیده معاویه و عقیده علی یکیست. نماز علی، روزه علی، قبله علی، قرآن علی، خدای علی، پیامبر علی و ابو بکر و عمر و عثمان که نزد علی محبوب بودن به همان صورت هم نزد معاویه. پس اینجاست که در مورد این قضایا و در مورد این جنگ صفینی که بین معاویه و حضرت علی رضی الله عنهما راه اندازی شده در واقع اسبابی بوده و بارها به این هم اشاره داشتیم. بله آقای گلزار گفتن که شما یک دلیل یا یک سند ارائه بدین دال بر اینی که علی ابن ابی طالب مشارکت داشتن به همراه یکی از خلفای راشدین یا به همراه ابوبکر صدیق. ظاهرا آقای گلزار یا اینکه
از روی لجاجت این مسائل عنوان میکنن، در صورتی که روایت های زیادی در عنوان کردیم در نشست گذشته و در این نشست. و باز هم بازگردیم به نهج البلاغه. ببینید در نهج البلاغه که نامه 145 صفحه 230 نهج البلاغه شرح محمد عبدو، در این روایت چه آمده؟ در این روایت ملخص این روایت عنوان کنند: مشورت سیاسی، نظامی و اعتقادی در جنگ قادسیه. جنگ قادسیه در سال 16 هجری اتفاق افتاده. این جنگ به فرماندهی سعد بن ابی وقاص بوده و قادسیه در واقع شهر کوچکی در جنوب عراق بوده. الان این جنگ در مقابل چه کسی بوده؟ جنگ بین مسلمانان در زمان خلیفه دوم در مقابل یزگرد به فرماندهی رستم. در این خطبه، الان وقت نیست که ما این خطبه بخواییم، در نشست آینده ان شاء الله تعالی این خطبه بررسی میکنیم. در این خطبه آمده است که حضرت علی رضی الله عنه ارضاه به حضرت عمر نصیحت میکند که ای عمر، لازم نیست تو به عنوان قله اسلام، به عنوان فرمانده اول اسلام همراه مشارکت کنید. من علی و دیگر سربازان این امر رو کفایت میکنه. سبحان الله. بله، این در نهج البلاغه. بسیار خب، هفته آینده ان شاء الله به این بحث بیشتر، چون اصل بحث ما این است که آیا علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه مشارکت داشتن یا نه، و دلالی که ان شاء الله هست در هفته آینده مطرح خواهیم کرد. بینندگان عزیز و محترم خسته نباشید، ان شاء الله تا هفته دیگر همگی شما رو به الله سبحانه و تعالی میسپاریم. خدا یار و نگهدار همگی شما باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم.